همونطور که گفتیم در رژیم همه مهرا و سردمداران رژیم عنوان میکنن که حرفها و اعتراضات مردم حقه و باید حرف اونها رو شنید و همدیگر رو سرزنش میکنن که چرا گوششون به حرفهای مردم بسته است. اما جالبه که نه تنها خودشون، همین مردم به جان آمده از کارگر و کشاورز و دانشجو و غیره رو وقتی لب به اعتراض باز میکنن میگیرن و میزنن و زندانی میکنن و میکشنشون. بلکه حتی آدم ها و مهرهای خودشون رو هم اگر همون حرفای مردم رو تکرار کنن و برای جلوگیری از انفجار اجتماعی یه دو کلمه بگن که حرفاشون به مزاق سردمداران رژیم خوش نیاد، اونها رو هم میگیرن و زندانی میکنن. یکی از اونا یه نفر از حامیان روحانی است به نام صادق زیبا کلام که اخیراً به 18 ماه زندان محکومش کردند. قسمت‌هایی از حرف او رو در واکنش به این حکم میشنوید. ناآرامی‌های دی ماه امسال حدود دو سه ماه پیش که من مصاحبه‌ای با گفتگویی با رادیو دوچه وله، رادیو آلمان داشتم و در اون مصاحبه در خصوص اینکه این تظاهرات چگونه هستش، ناآرامی ها توسط کیا هستش، گفتم که این جوانان خشمگین هستن، سرخورده بله. هستن، خیلی هاشون آرن، خیلی هاشون ناامیدن و شعارهایی که میدن خیلی تندتر و رادیکالتر از شعارهای سال 88 هستش. از رهبران جنبش سبز یعنی آقای مهندس موسوی و جناب کروبی و خانم زهرا رهنورد اصلا، یعنی از کسانی که در حصر هستن، هیچ سخنی به میان نمیارن و به نفع آقای خاتمی هیچ شعاری نمیدن. نشون میده که هم از اصولگرایان سرخورده هستن، هم از دولت آقای روحانی خیلی سرخورده هستن و هم از اصلاح طلبان. اینا مطالبی بودش که من گفتم و جایی خبرنگار از من سوال میکنه که این جوانانی که دارن اعتراض میکنند، اینها میگویند که مثلا رفراندوم بشه، نظام جمهوری اسلامی نباشه، و خبرنگار از من پرسید که اگر رفراندوم بشه، اگر همه پرسی بشه، آقای زیبا کلام شما فکر میکنید که مردم ایران در حال حاضر چگونه رأی میدن؟ من گفتم کسر قابل توجهی دیگه به جمهوری اسلامی رأی نخواهند داد، 10%، 20%، و در خوشبینانه ترین وضعیت 30% فقط به جمهوری اسلامی ایران رأی خواهند. چیزی که من گفتم در همون اوج اون تظاهرات، بعدها توسط بسیاری از مسئولین دیگر هم گفته شد. حتی دیروز آقای وزیر کشور خیلی خیلی تندتر از من صحبت کردن، گفتن هر لحظه میتونه اون حوادث تکرار بشه، جامعه ما آماده انفجاره، مطالب قریبه به این مضمون. و اتفاقا دیروز من به جناب قاضی صلواتی میگفتم که در این دادگاه اگر واقعا شما میخواید محاکمه بکنید، من متهم ردیف دوم سوم باید بشم، متهم ردیف اول جناب آقای رحمانی فضلی باید بشن، وزیر کشور.